دولت آمریکا ساعتی پیش برنامه ای رو اعلام کرد که بعضی سرمایه گذاری های آمریکا در حوزه فناوری های حساس در چین رو محدود و در مواردی حتی من میکنه رویترز به نقل از مقامات آمریکا میگه دولت بایدن در نظر داره با این اقدام مطمئن بشه که سرمایه و تخصص آمریکا برای نوسازی نظامی چین استفاده نمیشه و تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا خلق نمیکنه امید میماریان روزنامه از دیترویت با میماریان این چقدر بخشی از یک جنگ تجاریه و چه کسی میتونه از این سود یا ضرر ببره سال خیلی بزرگی هست بر حال ماها هستش که همونطور که شما گزارش کردین دنبال کردین ایالات متحده این وعده رو داده که به خاطر مسائل مرتبط با امنیت ملی در برخی از حوزا ممنوعیت هایی رو برای سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در چین ایجاد بکنه به طور مشخص در سه حوزه آمریکایی حساسیت دارن یکی بحث ابرهادیا هستش یکی مسئله هوش مصنوعی هست و کوانتوم استدلالشون این هستش که در این حوزه ها در واقع سرمایه گذاری که انجام میشه در توسط شرکت های آمریکایی در چین مورد استفاده و پیشرفت صنایع نظامی چین قرار میگیره و بنابراین یک جوری هستش که در واقع آمریکایی‌ها دارن سرمایه گذاری در چین میکنن که یک جوری نیروی نظامی چین قدرتمندتر بشه از این جهت میگن یک مسئله منافع ملی هستش امنیت ملی هستش و بنابراین تو این حوزا قرار هستش که کاملا محدودیت ایجاد بکنن و سرمایه گذاری رو من بکنن در خصوص سرمایه گذاری های دیگه هم گفتن که یعنی یک حوزه بزرگتری هم گفتن که اگر در این حوزه شما نیستین شرکت ها یا شرکت های سرمایه گذاری اگر میخوان در چین سرمایه گذاری کنیم باید دولت آمریکا در جریان قرار بدین که در دولت آمریکا در ج... بدونه که دقیقاً اون جریان خروج سرمایه از آمریکا به چه نحوی هستش حالا آیا این مسئله تاثیر زیادی خواهد گذاشت ما در طی ماه گذشته دیدیم که مثلا جنت یلن وزیر سرمایه گذاری ایالات متحده رفت به چین سفر کرد یا انتونی بلینکر وزیر خارجه آمریکا سفر کرد الان میشه اینو پیش بینی کرد که در واقع فهمی تحلیل کرد که شاید این سفرها برای این بودی که یک جوری به مقامات چینی بگن که مثلا ماهیت چنین تغییراتی محدودیت های چی هست و یک جوری باعث نشه که این برنامه جدید آقای بایدن قرار است حکم اجرایی در واقع در واقع عملی بشه یک جور تاثیر نظر تو روابط بلند مدت و گسترده چین و آمریکا چون مقامات چینی بارها انتقاد کردن از این کار آمریکا حالا مسئله چی هستش مسئله این هستش که به حال خیلی ها میگن که در جواب سالی که شما مطرح کردین که اساسا آیا این اهمیت داره که آمریکا سرمایه هاشو به چین نبره چون بسیار چین مشکل سرمایه نداره و کشور دیگه هستن که به حال میتونن که آمریکا پر و در مجموع سهم آمریکا در بازار چین در سرمایه گذاری مستقیم در واقع زیر 5 درصد هست حالا اون زیر 5 درصد نباشه میتونه که تاثیر چندانی نداشته باشه برای در این مسل... در مورد این فایده داشتن این مسئله میشه گفتش که تردید بسیار زیادی هست ولی خب فشار سیاسی هم در واشنگتن زیاد هست که شما بهتر میدونید که به حال جمهوری خواهان برخی از دموکرات ها میگن که به حال چین در حوزه مختلف دیگه ثابت شده که به حال هم جاسوسی میکنه هم تراش میکنه که اسرار تجاری رو به حال به دست بیاره و مسائل دیگه و باید که به حال یک محدودیت هایی رو در این زمینه اعمال کنن که به حال شاید این برنامه جدید یک جوری پاسخگویی به در واقع این فشارهای سیاسی هم باشه میدونم که ایالات متحده بزرگترین بازار سرمایه دنیا هست اما بالاخره کشورهای دیگر که شامل این داستان نیستن بانک های ژاپنی مثلا مثل سافت بانک یا کشورهای دیگر هاشه خلیج فارس یا برزیل چقدر این ضوابط این چنینی میتونه بانک های سرمایه گذاری شرکت های ویسی صندوق های بازنشستگی آمریکایی رو در موقعیت بدی قرار بده در مقایسه با رقباشون در کشورهای دیگه این سوال خیلی مهمی است در خصوص اتحادی اروپا آمریکا شروع کرده صحبت کردن با اتحادیه اروپا که در واقع اونها هم مقررات خاص خودشون رو اعمال بکنن و در واقع محدودیتایی ایجاد بکنن چون که خدا آمریکا به تنهایی این کارو بکنه واقعا تاثیر نخواهد داشت و عملا تحت فشار میذارن تجارتای یعنی شرکت های تجاری آمریکا رو و فناوری شرکت های فناوری رو آمریکا تحت فشار میذارن در خصوص برزیل و کشورهای دیگه چین و جای دیگه کنترلی نداره قطعا هم با مواجه نخواهد شد به همین خاطر هستش که در مجموع بحث زیادی سر مسئله هستش که آیا این یک مسئله سیاسی هست فشار سیاسی هست یا اینکه مسئله واقعی هست و میتونه که به امنیت کمک بکنه به علاوه اینکه برای دولت آمریکا بسیار دشوار خواهد بود که مانیتور بکنه کنترل بکنه نظارت بکنه که این اتفاقات چه میافته میفته و مثلا در خصوص هوش مصنوعی چه جور هوش مصنوعی در واقع در صنایع نظامی استفاده میشه و چه جوری میشه اینو کرد و ارزیابی کرد برای این پیش زیاد هست بعد که در طی آینده واقعا این چه خواهد بود و واکنش چین چه خواهد بود و یا از سر عملی خواهد شد یا نه ممنونم از شما امید معماریان روزنامه نگار از دیترویت